بده ببخشید تو خوشحالیاتون جواب کنیم زحمتش استاد چه خبره اینجا دو دقیقه بود ما آب قدفته؟ نه آب بس دیگه این دستکشا هم بگیر بوز افرا بش پس اینا بسات چیه این مال کمپین احیای درش ارومیه است با این 4 تا بطری آب میخواد دریاچه ارومیه رو احیا کنه بله میدونه که هر مشتری یه بطری آب اهدا کنه چقدر آب جمع میشه یک بشکه یک بشکه خب همون هم خیلی دیگه ببین با یکی از این شاخهای مجازی صحبت کردم قراره شماره کارت بدیم به مردم پول جمع کنیم آب معدنی بخریم بریزیم تو دریاچه همتون از دم خنده داره تو خوبی بیا اینو بگیر الان آماده شو مشتریا میاد سلام به شما کافی شاطیه عزیز خیلی خوش اومدین چه رفتار زشتی ما داری این چه طرز برخورد با آدمای دغدغه‌منده تو چهره شناخته شده می‌خوای کاری واسه محیط زیست انجام بده بهش گیر میدن که کارت غیر کارشناسیه یه جایی دم مد شده گیر میدن به سلبریتیه که چرا با بچه شیر و پلنگ و تمساح و زرافتون سلفی میگیرین که بخواد ترویج نگهداری حیوانات وحشی باشه خب مگه بعد اینو بچه شیر آفریقایی و از دل گرما و خاک و خل نجات دادن میارن خونه که زیر کولر گازی گوشت بخوره و لم بده اینا تو طبیعت باشن بعد کلی دنبال آهو بدن آهو هم یه جوری فرار میکنه که انگار تو دوی 100 متر المپیک با یوسین بولت کورس گذاشته خب خسیس یکم آروم‌تر بوده یه گاز بزنه دیگه نمیمیری که من خودم بخوام قبل هر وعده غذایی کلی دنبال قرمه سبزی بدم تلف میشم یا میگن چرا یکی از بازیگرامون سگ نژاد هاسکیشو برده کویر خب ببخشید با شما مشورت نکرده سگشو کجا ببره دفعه بعدی شما بگو کجا دوست داری ببره هاسکیشو ببره همونجا خودت هم ساگ ببن باهاشون برو جان سگ نژاد هاسکی جوری که باید تو منطقه سردسیر باشه خب ببین ندونسته قضاوت نکنید من در جریانم اینو از وقتی از روسیه آورده بودن شور عرق میریخت خجالتی بوده ظاهرا گفته ببرمش سفر یخش باز شه میگم تو سفر بهتر میشه همو شناخت خب استاد چی بگم امروز چی تبلیغ کنه؟ امروز تبلیغ دستگاه ورزشی 26 کاره تنبادو داریم. این دستگاه 26 کاره چجوری توی کارتون جا رفته؟ مزیتشه دیگه جای کمی میگیره. خب بده باز. نه من آنباکسش میکنم تو بارفیکس برو. من الان با چی بارفیکس برو؟ ببین مشکلت همینه که نمیدونی با چی بارفیکس بری چیزی نداری بعد من میام دستگاه 26 کاره تنبادو بهت پیشنهاد میکنم. شما الان بگو ما دقیقاً اصلا چیکار کنم؟ بالا پایین بپرین میله فرضی بارفیکس هست اینو بگیر من میام نجاتت. باش. آیا از نداشتن میله بارفیکس رنج میبرید؟ دیگر رنج نبرید. دستگاه 26 کاره ورزشی تنباد با 26 قابلیت منحصر به فرد. خب بقیه وسیله هاش گوستو. هایدین خرابش نکن دیگه کات. بقیه نداره همش همینه. الان دستگاه 26 کاره همین یک تیکه چوبه؟ یه تیکه چوب چه میدونی چند تا محقق نشستن این ورزش متناسب با اینو پیدا کردن؟ مثلا چی ورزشی؟ خیلی چیزها این بارفیکس، پرش از روی چوب، الک دولک، بعد دفاع شخصی، شمشیر بازی، تقویت عضلات بازو و شکم، بعد فوتبال، بیسبال همه اینا. الان این یک تیکه چوب تو فوتبال به چه دردی می‌خوره؟ خب دعوا میشه، داور به زهرام سود میزنه. الان همه چیزایی که شما گفتی درست با یک تیکه چوب معمولی نمیشه کارا رو انجام داد؟ معلومه که نه محققین شرکت تنباد اومدن طول و عرض و ارتفاع و عدد پی و همه ایناشو استاندارد کردن اصلا گیرم که ما اینم تبلیغ کنیم واقعا کسی پیدا میشه پولش بریزه دوری آشغالا رو بخره فکر کردی همه مثل شما که به سلامتیشون اهمیت ندن و محصولات برند نگیرن بله میخرن تو به کارت برس چه میدونم والا بعید میدونم کسی پولش رو این چیزا بده بریم آقا بریم حالا نگهداری حیوانات رو ترویج بدن چی میشه مگه؟ اتفاقا بهترم هست. دیگه برای دیدن حیوانات مختلف نیاز نیست به آفریقا و آمازون و استرالیا سفر کنی. همونجا تو ساختمون خودت میری طبقه 6 شیر میبینی، همکف کانگورو میبینی، پشت اونم میمون اورانگوتان. مرغ و خروس؟ نه، مال آدم معمولیاست. چه جذابیتی داره این؟ فقط نکته که می‌خواستم عرض کنم اینه که دوستانی که می‌خوان فیل به عنوان حیوان خانگی نگهداری کنن باید تمام وسایل و فیل رفتن طبقه 2 بعد به طبقه 2 یا رفتن طبقه 1 همینجوری تا منفی 2 رفتن متشکرم درود به همه شما عزیزان امروز هم در خدمت شما هستیم تا یک اثر فاخر رو به حراج بذاریم این اثر هانئی رو استاد جمشیدی ساعتی قبل از مرگشون با ظرافت خاصی کشیدن در نتیجه بسیار ارزشمند هست استاد جمشیدی از فعالان محیط زیست هستند و رکورد این رو دارن که در 50 جنگل مختلف ایران آتیش روشن کنن آتیش بله عرض میکردم در 50 جنگل مختلف آتیش روشن کردن و گرما بخش محیط زیست بودن رقم پایه این اثر رو 500 میلیون تومان در نظر گرفتیم
این اثر در سبک دودیسم طراحی شده و استاد حدود 88 ثانیه زمان صرف کشیدن این اثر هنری کرده. الان میام مثلا که یه جاسیگاری مشیر اشتباهی بود. جاسیگاری چیه؟ همین خودشه. چی خودشه؟ اثر هنری استاد جمشیدی. این بهمن داره میگه که بابا یه استاد یک چیزی رو کشیده. سیگارم میکشن نمیجوان که. همینجا است. خود عقل بینا بود. اوکی. استاد جمشیدی علاقه خیلی زیادی به محیط زیست داشتن و همین دغدغه و علاقه زیاد باعث شد که ایشون سیگاری بشن، در حدی که هر سیگار رو با سیگار بعدی روشن میکردن. ولی این تنها سیگاری از ایشونه که باش هیچ سیگار دیگه روشن نشد. استاد از این سیگار کام گرفت تا ناکام از دنیا نره، به همین دلیلی که با ارزشه. خب حراج امروز رو آغاز میکنیم با رقم پایه 500 میلیون تومان. 500 میلیون تومان یک، درود بر شما. 550 میلیون، 550 میلیون یک، 550 میلیون دو، 600 میلیون، 600 میلیون یک، 650 میلیون، 650 میلیون یک، 650 میلیون دو. ببینید دوستان، این اثر رو سطحی نبینی، این همون سیگاریه که تا لحظه آخر همراه استاد بوده. بسیار عالی. 700 میلیون، 700 میلیون یک، 700 میلیون دو، 700 میلیون. دوستان باید بدونیم که بزاق استاد هم روی این سیگار نقش بسته. و 750 میلیون، آفرین. 750 میلیون یک، 750 میلیون دو، 800 میلیون. بسیار عالی. 800 میلیون یک، 800 میلیون دو. بله بله، خیر مقدم میگیم خدمت آقای توتونچی عزیز. من تعجب میکنم از ایشون که 17 نخ سیگار از مشاهیر رو دارن ولی تا الان داوطلب نشدن برای خرید این سیگار تا کلکسیونشون تکمیل بشه. درود بر شما آقای توتونچی عزیز. 850 میلیون، 850 میلیون یک، 850 میلیون دو، 850 میلیون سه. تبریک میگیم به جناب آقای توتونچی عزیز. ما در حراج بعد هم پیپ استاد رو که از آج فیل ساخته شده به حراج میذاریم، به افتخار خودتون. میگم به سگای ولگرد غذا ندین که داره جمعیتشون زیاد میشه. من آخر فاز شما رو نفهمیدم چیه. از این طرف بالبال میزن که چرا پلنگا دارن کم میشن، از اون طرف نگرانی چرا سگا دارن زیاد میشن. خب چرا بین حیوانا فرق میذارین؟ اکوسیستم به هم میخوره. نه، به قیافه سگ نمیاد بی اجازه دست به تنظیمات اکوسیستم بزنه. سگا پلنگا رو میخورن؟ نه نه، تکذیب میکنم. جدی، سگای ولگرد به یوز پلنگا حمله میکنن؟ خب یوز پلنگی که نتونه از پس سگ بر بیاد خاک تو سرش کنه، همون بهتر که منقرض بشه. گله‌ای حمله میکنن؟ خب اینا هم گله‌ای دفاع کنن. ببین اصلا فوتبال روز دنیا هم داره به سمتی میره که اگه تیمی دفاع نکنه کار تمومه. چوب تکروی پلنگا رو که نمیشه سگا بخورن. با دستگاه‌های ورزشی 26 کاره تنباد بدنی پرباد داشته باشید. خوبی دستگاه‌های 26 منظوره تنباد اینه که میتونید 26 حرکت ورزشی و غیر ورزشی رو در خونه، محل کار و حتی پشت فرمون انجام بدید. دستگاه 26 منظوره تنباد شامل شمشیر بازی دو اسلحه اپ و سابر، بارفیکس، دفاع شخصی، و ده ها ورزش دیگر. یکی از ویژگی‌های دیگه این دستگاه اینه که خیلی کم جا میگیره و تو هر جای جا میره. با تنباد بدنی باد کرده و رو فرم داشته باشید. از همه گیرا جالب‌تر اینه که میگن چرا بعضی از این چهره‌های معروف که دم از حمایت از حیوانا میزنن خودشون پالتوی پوست میپوشن. خب گیرم اینقدر ناشیانه، هر کی حامی حیوانا بود دیگه حق نداره پالتوی پوست بپوشه. یعنی هر کی مثل من حامی آب بود و برای خشکسالی دریچه ارومیه این همه زحمت کشید دیگه نباید آب بخوره، یا هر کی حامی جنگلا بود دیگه نباید بره پارک.
ربطی نداره. طرف حامی حقوق حیوانات، پالتوی پوست و چرم هم میپوشه دیگه. شما تا حالا نشه لباس دوستتو بپوشی؟ این اتفاقا نشونه صمیمیت و نزدیکیشون به حیوانات. انقدر با هم ندارن که لباساشونو به هم قرض میدن. من خودم یه دونه رفیق دارم واسه سگ شلوارجین و پیرنکتون و عینک دودی گرفته، خودش کاپشن چرم تمساح میپوشه. اصلا اینجوری بهتره. چی این حیوانا همش لباسای تکراری میپوشن؟ یه مدت پوستشون رو بکنیم لخت بگردن، خجالت بکشن، بلکه رفتن سراغ لباسای بهتر. بعدش هم این پوست و پشم حیوانات تو طبیعت تولید خیلی میکروب و تولید خیلی اتفاقای بدی رو رقم میزنه. جان اینا رو برای پوستشون پرورش میدن و زنده زنده پوستشون رو میکنن. آره خب یه کمی تلخ هست، ولی یه پایان تلخ بهتر از یه تلخی بی پایان. خامش که واسه من سودی نداره که تو هم میوه فروشی ها هست، کبابیه که اینجا پیدا نمیشه. بله اینا رو بخورم دل درد نمیشون. نه عرق نعنا زیاد داره، میگم آیدین واسه بیاره. حالا کدوم اول بخورم؟ فرقی نمیکنه، فقط ببین موقع خوردن به این گوشخاره فحشی بده بد و بیرایی بگو. کخ داره مگه؟ ها؟ کخ مگه مریضم؟ نه میخوام دو قطبی ایجاد کنیم، انگار هر کی گوشتخاره عقب مونده و بی کلاسه، هر کی گیاهخواره با کلاسه. خب بعد اینا رو به جون هم بندازیم چی گیر ما میه؟ میوه کبابیامون فروش میده. آه حالا فهمیدم. گیر میفهمی ها، ولی خوشم میاد ازت. ببین پس من خیالم راحت بشه دیگه، زب کنیم. حله بیم. متاسفم، متاسفم برای اون دست به اصطلاح انسانهایی که حیوانهای بیگناه رو میکشن تا شکمشون رو سیر کنن، نه به کشتار بیرحمانه مرغ و گاو و گوسفند. آخه چرا گوشت میخورین؟ مگه شما کفتارین؟ مگه شما گرگین؟ مگه ببرین؟ با کی قلمه؟ با مایی؟ نه بابا با اونایی که گوشت میخورن. با ما هم دارم گوشت کوبیده میخورم. گوشت حیوانات؟ نه گوشت انسان ها. گوشت گوسفندیه دیگه. عقب مونده؟ کوچی فوش میده قلم به. تو قرن 21 خجالت نمیکشی وگان نیستی؟ وگان چیه؟ بابا گیاهخوار دیگه. اتفاقا دیگه با گوشت داشتم جات خالی یه گالم سبزی خوردم. تنها تنها خب یک زنگ میزدیم ما میام. ای کفتار صفت، چجوری تونستی گوشت یک حیوان رو بخوری؟ نگاه قلم به. آقا که تو رو میشناسم. نمیخواد دعتوارای استای مورد در بیاری. حالا گیاهخوارم رفتی به ما ربطی نداره، به کسی هم ضرر نمیزنی، ولی قرار نیست همه مثل تو فکر کنن دیگه. بالاخره گوشتم بره بدن لازمه. نخیر گوشتخوارا بیرحمن. نگاهی رو نمیخواستم بگم ولی مجبورم کردی دیگه. حالا ما به گیاهخوارا کار ندارم، ولی تو که همه کارات بره فیلم و سیانسه، سر تو آخر خود بشه و به کارهای ما خورد و خوراک من کار نداشته باش. همه دیگه از بس گوشت خوردی اینجوری وحشی رفتی. خب دوستان داشتم میگفتم، منوی میوه های کبابی کافی شد برای شما انسان های متمدن وگان کلی آیتم با حال داره. امروز اومدیم اینجا همه رو تست کنیم. باور کنید از کباب برم لذیذتره. به به چه بوی کبابی میده، کبابای برگ اینجا بی نظیره. برای دوستانی که عاشق دیزیان هم یه آفر ویژه دارم، آب گوشت بدون گوشت کافیش برای اولین بار در کل منظومه شمسی. دوستان این آب گوشت بدون گوشت کافیش هیچ جا دیگه پیدا نمیشه. اینجا پیازاش هم کاملا گیاهیه. روخو ببین، پرتقال کبابی، استیک آبدار گوساله در مقابلش هیچه. اه به، من خودم سلطان دل و جیگرم، ولی بهتون میگم اگه توت فرنگی کبابی های اینجا رو امتحان نکنید کل عمرتون برفناست. اه به، اینجا یه سری آیتم جدید و باحالم دارم
که اگه اسم مستر قلمبه رو بیارید رو کل منو بهتون 10% تخفیف میدن. یه پیشنهاد ویژه هم دارم برای کسایی که عاشق غذای پلویی هستن. سبزی پلو با شاهی حتما نوش جان کنید. اگه طرفدار کبابای نوین و پست مدرنید حتما به کافی شات سر بزنید. من که هنوز سیر نشدم، برم کباب میکس هندونه و آووکادوشو امتحان کنم. شما هم بیایید. اصلا اینا با رابطه نزدیک و صمیمی قشر مرفه و الیت جامعه با محیط زیست مشکل دارن. از این طرف گیر میدن به لباسهای پوستی و چرمی، از این طرف دیگه که این طفلیا میخوان واسه نزدیکی هر چه بیشتر به طبیعت برن تو دل جنگل و ویلا بسازن که شب سر کنار خرس و شغال و گراز به بالین بزنن بهشون مجوز نمیدن. شب بیداری میکنن تو ویلاهاشون، خب اونم در راستای همزاد پنداری با خفاش و جغد دیگه. با توجه به فالووری که اینا دارن اصلا واسه جنگل هم خوبه که برن تو آغوشش ویلا بسازن. افتخار خود. خواهش من بفهمم. بسیار عالی. خب همونطوری که در جریانید، سخنرانی های پت سال هاست که در راستای انتقال ایده های شایسته گسترش داره برگزار میشه و من تصمیم گرفتم تجربیات موفق خودم و دوستانی که از من مشورت گرفتن رو در راستای موفقیت های محیط زیستی بهتون انتقال بدم و باهاتون به اشتراک بذارم. حتما میپرسید مگر با محیط زیست هم میشه موفق شد؟ حق دارید، آموزش ندیدیم. به تعداد موجودات اهلی و وحشی که در محیط زیست زندگی می‌کنند راه هست برای رسیدن به موفقیت. نوع اول موفقیت محیط زیستی موفقیت اقتصادیه. می‌دونید ما تو کشور چقدر سگ و گربه بی سرپرست یا بد سرپرست داریم؟ یه مرکز نگهداری بزنید و مردم رو تشویق به کمک مالی کنید، نونتون توی شیش لیگه. نه اینکه بخوایم سوء استفاده کنیم، هرگز. سگ و گربه ذات و طبیعتشون اینه که استخون دوست دارن. خب شما شیشلیک میخری، گوشتش رو خودتون میخوری و استخونش رو میدید به سگها و گربه ها. اینجوری آخر ماه هم یه هزینه مدیریت و شیشلیک خوردن در شرایط سخت رو برای خودتون محاسبه میکنید و فاکتور میزنید. و اما نوع دوم موفقیت محیط زیستی موفقیت عاطفیه. خیلی ها هستن که دوستاشون بهشون تولدشون رو تبریک نمیگن که اینا بتونن اون رو استوری کنن. خب توصیه ما برای موفقیت در کسب تبریک اینه که یک سگ رو به فرزندخوندگی قبول کنید و براش پیج بزنید. سگ حیوان با وفاییه، حتما محبتاتون رو جبران میکنه و مناسبت‌های مهم رو بهتون تبریک میگه. نوع سوم موفقیت موفقیت مجازیه. محیط زیست باعث میشه که بارها و بارها دیده بشین، لایک بخورید، کامنت بگیرید و فالوور جذب کنید، به شرط اینکه نشون بدید در حمایت از محیط زیست متفاوت هستید، حتی به غلط. این فیلم رو دوستان بنده با مشورت من گرفتن و بارها و بارها دیده شده. شاید به خودتون بگید اگر سگ رو با نانچیکو بزنی سیب نمیخوره، ولی این دلیل نمیشه که شما در حمایت از محیط زیست متفاوت نباشید و برای سگ‌ها سفره آرایی نکنید و سیب پوست‌کنده و بدون هسته رو خیلی با احترام و با بشقاب روی سفره نذارید. اونم سفره یه بار مصرف و کاملا بهداشتی. خب هم خودت دیده شدی، هم باعث شدی که سگ‌های بیچاره به آرزوشون برسن و یک بار سر سفره غذا بخورن. بعد از این اگر گوسفند رو هم جلوی وانت بنشونید، تونستید به آرزوی همه حیوانات جامعه عمل بپوشونید. فقط من از اینکه دوستمون ادب رو رعایت نکرده و برای سگهای عزیز قاشق و چنگال در نظر نگرفته پوزش می‌دارم. خب تایم بنده به اتمام رسید. بسیار سپاسگزارم از بردباری شما به افتخار خودتون. آیدین صدای تشویق. بزن. خب بابا هنگ کده تشویق نامو کنه دیگه. ها گرفت گرفت. به افتخار خودتون. خواهش. اصلا تو اخبار بود نشون داد اسکاندیناوی بود نمیدونم نهنگا رو میکشتن. هیر به چی نمیگن؟ یا اصلا همین گاووازی تو اسپانیا. هیر چی میگی؟ خب گاووازی اسمش روشه دیگه. بعد گاوا رو بازی میدیم. بازیش کنک درایی دیگه. اصلا قبول کن دیگه. حمایت از حیوانات بهانه ای دیگه. اگه این همه خارجی‌ها تو مراسماشون بوغلمون میکشن. هیر به چی گیر نمیده؟ خب بوغلمون خیلی آرمانگراست بچه پر روی آیدین. بهترین شرایط هم براش فراهم نکنید. بازم میگه خیلی قابل قبول. ها؟ میگه خیلی قابل قبول. چی میگه؟ غیر قابل قبوله. ولی گوسفند بدبخت تو بدترین شرط ازش می‌پرسی راضی هستی؟ میگه بله. خب مرگ حق این حیوان قانونی نیست، باید ازش حمایت کرد. بیچاره گوسفند که حامیای مثل شما داره. ولش کن. حالا بجای این حرفا برو از مردم ماست جمع.
ماست بری چی؟ فرخان جمالی ماست همون ندیدی؟ نیجریان چیه؟ ببین یه فکر خیلی توپ دارم. ما داریم واسه درشه ارومیه آب جمع میکنیم، درسته؟ خب اونجا خودش نمک داره دیگه. گفتم ماستم جمع کنیم که یه درچه پر دوغ داشته باشیم دیگه. فقط ببین تو مسیر نعنا هم بخر که بتون ازش درمزه. خب با 4 تا ظرف ماست او همه آب دوغ مره؟ علی بشه چی میشه؟ خط تولید رو میدازیم، دوغ های کافیش در طعم ها و رنگ های مختلف. جدی؟ سگای بلگرد به یوز پلنگا حمله میکنن. خب یوز پلنگی که نتونه از خودش دفاع کنه خاک بر سرش کنه. داشتن نهنگا رو میکشتن. این به چی چی نمیگی؟ فقلت 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 بلدن. برداشت 158. میدونه اگه هر مشتری بطری آب اهدا کنه چقدر آب جمع میشه؟ یک بشکه یک بشکه. آقا اصلا به قیافه سگ نمیاد بی اجازه دست به تنظیمات اکوسیستم بزنه. سگا پلنگای ولگردو پلنگ ولگرد داری؟ چی میخندی؟ غیر قابل قبول. چی میگه؟ میگه غیر قابل قبول. ولی گوستم بدترین شرط هم براش فراهم کنی بزنم که به اصلا چی دارم میگم؟ بله. دست شما در نکنه، زحمت کشید تو خوشسالیاتون جبران کنید. اصلا اینجا چه خبره؟ 2 دقیقه بود و ما آب قدفته. خب ببن تو دست سر میخور. نه تو بارفیکس برو، من خدا اینو آنباکس میکنم. چی بارفیکس برو؟ مشکلت همینه، چیزی رو نداری باش آنباکس بری؟ لعنت به من. بده